سلام به همه رفقای عزیز، امروز میخوام دو تا آموزش رو تو قالب یه دونه ویدیو بهتون یاد بدم و اینکه چجوری بیایم اورینگ سوزن انژکتور رو عوض کنیم. هر 20,000 تا شما باید بیای این اورینگ رو، همین قطعه کوچیک رو بازدید کنی که له نشده باشه یا پاره نشده باشه. اگه له شده باشه یا پاره شده باشه، نشتی بنزین میده و ماشین آتیش میگیره یا مصرف سوختش خیلی میره بالا و هوا میکشه. آموزش دومی که میخوام توی همون ویدیو به شما بدم، نحوه باز و بست ریل سوخت و سوزنهای موتور M15 یا همون موتور کویک. لایکش کنید، بریم سراغ آموزش. برای باز کردن ریل سوخت و چک کردن اورینگ های سوزن های انژکتور، ما نیاز به یه سری وسایل داریم. این وسایل ها چی هستش؟ پیچ گوشتی دو سو رو نیاز داریم، خیلی ضروری نیست اما اگه باشه بهتره، برای جدا کردن نازل های سوزن های انژکتور. نیاز داریم به آچار بوکس 10، اگه نبود آچار تخت 10 هم باشه کافیه، برای باز کردن پیچ های کناری ریل سوخت. و نیاز داریم به یه پارچه یا کلن یه ظرفی که برشش بدیم، برای اینکه بذاریم روی این قسمت، دقیقاً بیاد زیر این قسمت ریل سوخت. زمانی که این نازل رو آزاد میکنیم کلی بنزین میریزه، ممکنه بریزه روی دینام. حتما دقت داشته باشید زمانی که میخواید این کار رو انجام بدید، چون این نازل رو میکشیم پایین، بنزین پرتاب میشه به این اطراف. حتما باید موتور و ماشین سرد باشه، وگرنه دوچار حادثه آتش سوزی میشه. بریم برای باز کردن ریل سوخت و چک کردن اورینگ های انژکتور ببینیم در چه حاله. برای باز کردن ریل سوخت نیازه یه سری وسایل رو باز کنیم از روی موتور. توی این قسمت که بیایم، دو تا پیچ داریم روی این قسمت سینی و یه تیکه پلاستیک. این دو تا پیچ رو باید بازشون کنید و بذاریدشون کنار. بعد بیاین درب هواکش موتور رو رو بالا بکشید. حالا من از قبل آزادش کردم، هم از این سمت هم از سمت مقابل که رو بالا بکشید کامل همه چیز در میاد و هواکش رو شما از این قسمت آزاد میکنید و میذاریش کنار. بعد از برداشته شدن باکس روی موتور یا همون باکس فیلتر هوا، یه همچین صحنه ای رو ما میبینیم. اولین کاری که میکنیم، اون پارچه ای که گفتم یا اون ظرفی که گفتم رو روی دینام میذاریم. این قسمت دینام موتورهای M15. یه دونه پارچه یا یه دونه ظرف روی این قسمت میذاریم. علتش چیه؟ زمانی که نازل این قسمت بنزین رو ما آزاد میکنیم، یه مقدار از توی ریل بنزین برگشت میکنه میریزه روی دینام. برای اینکه حالا دینام پر از بنزین نشه و کلن یه مقدار کثیف کاری نشه، یه دونه ظرف یا یه دونه پارچه اینجا میذاریم تا بنزین رو به خودش بکشه. توی این قسمت سفید رنگ رو که روی نازل قرار داره، یه دونه اینجا هست یه دونه پشتشه. با دوتا انگشتمون این قسمت رو میگیریم، یه مقدار سفته، یه مقدار رو بالا فشار میدیم و بعد یه مقدار رو پایین میکشیمش. قاعدتا به این راحتی آزاد نمیشه و یه مقدار کشش نیازه. بنزین به همچین شکلی میریزه دور تا دور موتور، برای همین گفتم موتور باید سرد باشه. این نازل هم که میبینید کلن آزاد شد و باید بریم سراغ جدا کردن سوکت های خود سوزن ها و جدا کردن ریل سوخت. توی این قسمت باید نازل های سوزن های انژکتور رو یا اون سوکت هاش رو در بیاریم. ببینید این خارشه، به دو صورت در میاد، هم میتونید بکشید بیرون هم فشار بدید به داخل. بهتره کلن این خار رو در بیارید تا اون جاش تمیز باشه و نشکنه، ولی خب اگه عجله دارید این خار رو رو به داخل فشار میدید و این سوکت کلن در میاد. خب سوکتاش و کلن دست سیمش کامل در اومد. باید بریم سراغ باز کردن پیچهای خود ریل سوخت. از قسمت کناری یا کلن سینی اتاق ماشین که بیاییم نگاه کنیم، دو تا پیچ داره کلن ریل سوخت. ببینید یه دونه اینجا داره بسته است و یه دونه هم توی این قسمته. هر دوتا اینها رو خلاف چرخش عقربه های ساعت شما باز میکنید، دو تا پیچ این شکلیه. بعد میریم سراغ درآوردن خود ریل سوخت که باید دو دستی انجامش بدیم. بعد از اینکه این دو تا پیچ رو باز کردیم، دست سیمو یه گوشه کناری آویزونش میکنیم و کلاً جاش میزنیم تا مزاحم ما نباشه. میایم با هر دو تا دستمون این قسمت از ریل سوخت و سوزنهای انژکتور رو میگیریم. این شکلی باید بگیریم. به سمت سینی اتاق یا کلاً به سمت اتاق ماشین میکشیمش. یه مقداری بالا و پایین هم میکنیم تا سریعتر در بیاد.
به همین راحتی ریل سوخت در اومد و حالا میتونیم سوزنهای انجکتور رو و ریل سوخت رو شستشو بدیم یا کلن سوزنها رو عوض کنیم. سوزنهای فابریک و کلن ریل سوخت فابریکش این شکلیه. سوزنهاش یه مارک هندیه اگه اشتباه نکنه. سه سوراخه و اولین باریه که من میبینم روی همچین ماشینی با استاندارد آلایندگی یورو 5 میان سوزن سه سوراخ میبندن. حالا علتش چی بوده خدا میدونه. برای آزاد کردن سوزنهای انجکتور از روی ریل سوخت یه همچین خارکای اینجا وجود داره. ببینید اینا خودشون یه نازل راهنما داره برای نصب و برای درآوردن. ببینید از این دو قسمت، از این دو تا لبه شما بگیرید رو به عقب فشارش بدید، خودش کامل میپره بیرون و کلن سوزن رو با یه مقدار پیچ دادن شما میتونید در بیارید اینجوری و توی ریل سوخت رو تمیز کنید، حالا به هر صورتی که خودتون میدونید. خب شما برای چک کردن اورینگ ها سوزن رو باید در بیاری از توی ریل سوخت و اورینگ پایینی و بالایش که توی ریل سوخت جا میره باید چک بکنید. من همشون رو چک کردم و دوباره گذاشتم سر جاش. کلن یه دونه واشر اینجوری خراب شده بود که عوضش کردم. برای جا زدن دقت داشته باشید که این خار که کلن روی ریل سوخت قرار داره باید بیفته توی این راستا، یعنی این قسمت سوکت باید در خلاف جهتش باشه، اون سمت باید بیفته. دوباره سوزن رو جا میزنیم سر جاش، یه مقدارم میچرخونیمش. خب همینقدر کافیه. خارش رو میاریم و جا میزنیم سر جاش این شکلی. ببینید الان خار به صورت کامل جا نرفته، ولی خب لبه هاش تا حدودی جا رفته. این قسمت رو اگه دقت بکنید از کنار، ببینید این قسمت باید بیاد کیپ بشه توی این خار. یه همچین حالتی که گرفت یه مقدار گیر باشه، این خار رفته سر جاش و سوزن انجکتور هم دقیقا سر جاش کیپ شده. از کنارها هم شما میتونید چک کنید که روی این ریل قرار بگیره. برای اینکه اورینگ های پایینی که توی منیفولد قرار میگیره با حرارت مستقیم در ارتباطه و برای اینکه اینجوری تیکه تیکه نشه، میایم یه مقدار خیلی کمی گریس بر میداریم و به لبه ها میزنیم، لبه های خود این اورینگه. خیلی مقدارش باید کم باشه. این گریس به ما کمک میکنه تا موقع جا زدن راحت تر جا بره سر جاش و کلن خشک نشه. دقت کنید که حتما گریس نسوز باشه. برای جا زدن دست سیم رو کنار میزنیم و کلن این قسمت ریل سوخت رو اینجوری میاریم سر جاش قرار میدیم به صورت کچ و بعد اینجوری صافش میکنیم. یه مقداری فشارش میدیم تا کامل بره سر جاش بشینه و ما بتونیم پیچهاش رو ببندیم. ببینید با یه فشار خیلی ساده کلن رفت سر جاش نشست و نیاز به هیچی هم نداره. دوتا پیچش رو که یه دونه اینجا میخورد و یه دونه دیگه توی این سمت میخورد دقیقاً زیر دست سیم و نزدیک به دریچه گازه. خیلی راحت در جهت چرخش عقربه های ساعت سفتشون میکنیم و در نهایت با آچار یه مقداری سفترشون میکنیم. میایم از همین قسمت اول ریل سوخت رو جا میزنیم. ببینید این صدا رو باید حتما بده. این صدا رو که داد یعنی کلن جا رفته و جای مشکلی نیست. سوکت ها رو دونه به دونه شروع میکنیم به جا زدن. ببینید سوکت رو اینجوری که بیاریم پایین جا نمیره. یه مقداری شما همینو رو به عقب فشارش میدی. الان جا رفت و اون سوکتش هم برگشت سر جاش. برای اطمینان بیشتر یه مقداری سوکت رو بالا میکشیم. خب درسته، میریم سوکت بعدی. توی این مرحله نیازه که باکس رو نبندیم سر جاش. اول میریم دو سه بار سویچ رو باز و بست میکنیم تا اون بنزینی که خالی شده برگرده پشت سوزنا و بعد موتور ماشین رو روشن میکنیم. میایم چک بکنیم ببینیم از جای نشت بنزین نداشته باشه.
که چند دقیقه بهش اجازه میدیم کار بکنه. اگه نشتی نداشت باکسش رو میبندیم. ماشین من الان هیچ نشتی نداشت از هیچ جا. میریم سراغ بستن باکس هواکش. جا زدن باکسم به همون راحتی که قبل توضیح دادم همون جوریه. دقیقاً هیچ نکته اضافی نداره. فقط اول دقت کنید که شما باید این قسمت رو کنار باتری جا بزنید و بعد این قسمت گنده باکس فیلتر هوا رو بذارید سر جاش. این شکلی. اوریب باید بیارین که دقیقاً جا بخوره سر جاش. این قسمت رو جا میزنیم و میریم سراغ فشار دادن این قسمت تا دقیقاً جا بره سر جاش. به صورت کامل جا خورد. حالا باید دوتا پیچی که روی این قسمت بود رو دوباره ببندیم سر جاش. در نهایت با یه دونه آچار که اونم آچار 10 میخوره یه مقدار سفتش میکنیم. شما هر 20,000 کیلومتر باید بیای اورینگ های سوزن انجکتور رو چک بکنی که یه زمانی پاره نشده باشه. اما اگه خواستی تعویزشون بکنی حواست به این نکته باشه که این اورینگ های یه نمونه تخت داره و یه نمونه گوشتی تر. نمونه های گوشتی تر برای موتورهای زانتیا 2000 و نمونه هایی که تخته معمولا برای موتورهای EF7 استفاده میشه. بقیه موتورها هم همینجوری تخته، اما اگه از واشرهای گوشتی استفاده بکنین عمرشون خیلی بالاتره و اون یه ذره گریسی هم که بهشون میزنیم کمک میکنه تا این اورینگ در اثر حرارت موتور خشک نشه. مرسی از تماشای این ویدیو. لایک این ویدیو تونره خلاق و پر انرژی باشید.